دوستان عزیز، سلام و وقتتان بخیر. امیدوارم که همه ایتان جور و صحتمند باشین. خوش آمدین به اولین جلسه از سلسله برنامه هایی که ما قرار است در آن در رابطه به بورسه آمریکا با شما صحبت بکنیم. متاسفانه یکی از مشکلاتی که شاگردان افغانی در هنگام اپلای کردن روبرو میشوند نیستند که وقتی که وارد یک سایت میشن و میخواهند که یک فرم را پر بکنن، با سوالاتی رو برو میشن که آشنایی ندارند و جواب دادن به آنها نظر به سیستم آموزش افغانستان خیلی سخت میتونه باشه. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم برای اینکه در رابطه به دانشگاه های آمریکا و پروسه اپلای کردن به اون دانشگاه ها یک سلسله برنامه هایی را داشته باشیم که از اولین مرحله ساختن اکانت تا آخرین مرحله که گرفتن ویزا باشه برای دوستان راهنمایی های لازم انجام بدیم تا که یک پکیج و یک برنامه کاملی را دوستا در دست داشته باشند. و در این برنامه قرار است که ما روی موضوعات مختلفی با هم دیگر صحبت بکنیم، از جمله روش پیدا کردن دانشگاه ها و این که چه قسمی وارد سایت یک دانشگاه شده و معلوماتی را که ما نیاز داریم پیدا بکنیم. متاسفانه ما شاگردان افغانی زیاد با سایت های دانشگاه ها آشنایی نداریم و وقتی که وارد سایت می شویم نمیتونیم که معلومات مورد نیاز را به درستی پیدا بکنیم. ولی در این برنامه ما تصمیم گرفتیم که با نشان دادن چند مثال برای شما بگوییم معلومات کدام معلومات ها شامل کدام بخش ها تا کدام قسمت سایت های دانشگاه ها نوشته است و شما میتونید پیدا بکنید. موضوع دیگری را که تصمیم داریم در این برنامه حتما دنبال بکنیم نوشتن محتوای درست در اپلیکیشن های ماست. فرق نمیکنه که شما چند اندازه لایق باشین و چند اندازه زحمت کشیده باشین برای اپلیکیشنتان، ولی اگر نتونین محتوای درست و آنچه که دانشگاه ها میخواهند را بنویسین و اونا میخواهند پیدا بکنن در شما، متاسفانه اپلیکیشنی موفق را نمیتونین بنویسین و سبمیت کنین. به همین خاطر ما تلاش میکنیم که برای شما شیوه نوشتن یک محتوای درست، چه در بخش نوشتن پرسنال استیتمنت باشه یا ای که نوشتن ایسه های دیگر باشه، با شما کار بکنیم. بخش دیگر هم روش ثبت نام کردن دانشگاه هاست. دانشگاه ها شیوه های مختلف، اپلیکیشن های مختلف را میپذیرند، ولی راحت ترین بخش یا راحت ترین اپلیکیشنی که شما میتونید استفاده بکنید برنامه کامن اپ است، که یک برنامه خیلی جامع و در این حال خیلی راحت است برای شاگردا که استفاده بکنن. ما با هم دیگر چند برنامه مختصر نسبت به در رابطه با کامن اپ خواهیم داشت تا که با شما بگوییم و نشان بدیم عملا چه قسمی شما میتونین اپلیکیشن درست تکمیل بکنین. ضمن در رابطه به این صحبت میکنیم که شما چه قسمی میتونین به بورسیه درخواست بدین، در کنار گرفتن ادمیشن گرفتن یک بورسیه که مصرف حد اکثری تون را در بر داشته باشه خیلی مهم است و این یک پروسه و یک کار کاملا جداست. شما میتونین ادمیشن به سادگی بگیرین، ولی گرفتن بورسیه میتونه یک جنجالی دیگری را در راهتان ایجاد بکنه. به می خاطر شما نیاز دارین که خیلی هماهنگ و بر اساس برنامه پیش بروین تا که بتونه همزمان هم ادمیشن خود بگیرین و هم بورسیه ای که مصرفتان متقبل شوه. بعد از او که بخیر ثبت نامتون شد، بورسیتان گرفتین، مرحله گرفتن ویزه F1 می آید که یک پروسه نسبتا آسانتر ولی دراز مدت تر است برایتان. ما با شما کمک میکنیم که چه قسمی میتونین اسناد خود تکمیل بکنین و کدام فرم ها را به رویش باید پر بکنین تا که بتونین یک ویزه F1 موافقانه ای را به دست بیارین. خب اولین چیزی را که میخواییم با شما کار بکنیم و براتون پاسخ بدیم است که چی کسی میتونه برای بورسیه ثبت نام بکنه. متاسفانه نظر به مشکلاتی که در کشور ما وجود داره، شاگردا و دوستا همیز سوال برشان خلق میشه که نظر به این شرایط ما میتونیم ثبت نام بکنیم یا نه. بعضی ها شاید نگران سنشان باشه، بعضی ها شاید نگران اسنادشان باشه، ولی ما راه حل های خیلی درست را برای شما دوستا ارائه میکنیم.
خب چه کسی میتونه ثبت نام بکنه؟ اولین چیزی که شما داشته باشین سند صنف 12 است، یعنی شما باید فارغ صنف 12 باشین تا که بتونین ثبت نام بکنین، و نیاز نیست که حتما سرتیفیکیتی که از طرف دولت ما میگیریم شهادت نامه باشه. شما اگر بتونین یک سندی را از مکتب خود به دست بیارین، با مکتبتون صحبت بکنین کنا تایید بکنه شما صنف 12 را خواندین، یا یک ترانسکریپت برتون بده، شما میتونین بدون کدام گپ سخنی به دانشگاه اپلای بکنین. پس جای نگرانی نیست. از طرفی باید شما امتحان زبان داشته باشین دوستا، امتحان زبان سپری کرده باشین که معمولا در افغانستان تافل و امتحان دولینگو مروج است، و اگر بتونین که امتحان تافل بگیرین که خیلی براتون خوب است، ولی اگر فرصت فراهم نیست یا اینی که فرصت زمانی وجود نداره، شما میتونین امتحان دولینگو رو هم سپری بکنین و اصلا تفاوت بین اینها وجود نداره. پس اولین کاری که میکنین سند 12 خود آماده بکنین، و دومین مرحله ای که شما باید سپری بکنین این است که امتحان زبان خود سپری بکنین. زمانی که شما به دانشگاه اپلای بکنین، یک موضوعی را شما رو برای میشین در رابطه به امتحان ACT است، و امتحان ACT چیز شبیه به امتحان کانکور است که شاگردان آمریکایی سپری میکنن تا که نشان بدن به دانشگاه آنها چه اندازه برای درس و برای برنامه دانشگاه آماده هستند. و امتحان ACT امتحان اختیاری است، یعنی اجباری نیست که یک شاگرد حتما باید داشته باشه او را. دانشگاه ها پالیسی های مختلفی داره، بعضی از دانشگاه هست که اپلیکیشن تون را بدون امتحان ACT اصلا چک نمی کنن، ولی دانشگاه های خیلی زیاد وجود دارن که امتحان ACT را مد نظر نمی گیرن. پس یک گزینه است اختیاری اگر باشد که خیلی خوب است، این هم به نسبتی است که دانشگاه ها شاید اعتبار زیادی روی سیستم آموزشی کشورهای دیگر خصوصا افغانستان نداشته باشند، به می خاطر امتحان ACT میتونه یک گزینه خیلی مناسب باشه، ولی به این معنی هم نیست که شما بدون امتحان ACT میشن خود گرفته نمیتونین. خیلی دوستای زیاد بودن، شاگردان زیادی بودن که بدون امتحان ACT ادمیشن و بورسی خود را گرفتن. و موضوع دیگر در رابطه به محدودیت سن نیست. نظر به اوضاع داخلی افغانستان، خیلی از دوستان ما نمیتونن که به مکتب بروند یا اینی که فرصت تحصیلی ازشان گرفته شده، ولی شما نیاز نیست که نگران باشید که سنتون به چند رسیده تا به دانشگاه اپلای بکنین یا نکنین. فرق نمیکنه شما 20 ساله هستین، 21، 22، 23، میتونین به راحتی به دانشگاه اپلای بکنین، اما شما بعدا نیاز خواهید داشت که تشریح بکنین چرا در این مدت نتونستین درس بخوانین، یا درس خودتون تصمیم گرفتین نخوانین، و اینی که در این مدتی که درس نخوندین و در دانشگاه نبودین چه کار مشخصی را کردین. پس یک موضوع خیلی مهمی میتونه برای شما باشه. از یک طرف میتونه پوینت مثبت را به اپلیکیشن تون اضافه بکنه، ولی از طرف دیگر اگر شما قصدا تصمیم گرفته باشین که کاری خاصی نبکنین و از مکتب و از دانشگاه دور باشین، پس یک تاثیر منفی را میتونن روی اپلیکیشن تون داشته باشه. خب بیایم که در رابطه با چند نکته مهم در موضوع درخواست دادن صحبت بکنیم. برای درخواست دادن شما نیاز دارین در ماه آگست آمادگی رو شروع بکنین. درخواست دادن از ماه آگست شروع میشه، این اپلیکیشن نه کامن اپ آپدیت میشه و شما پروسه رو شروع میکنین، بعد در آگست سال بعدی درسای خودش شروع میکنین. پس یک سال پروسه اپلای کردن به دانشگاه و گرفتن بورسیه و گرفتن ویزه F1 میتونه براتون وقت بگیره. شاید سوال بپرسین در رابطه به اینی که ددلاین مشخصی های برای دانشگاه ها وجود داره یا نه. دانشگاه های مختلف زمان های مختلف را برای ختم پروسه ثبت نام دارن، به می خاطر شما خیلی نیاز دارین محتاط و در عین حال زنگ به گوش باشین تا ددلاین از پیشتان نرود و شما بتونین اپلیکیشن خود با خیال راحت ثبت بکنین. قسمی که قبلا هم براتون دوستا عرض کردم،
اپلای کردن بر دانشگاه های آمریکایی از طریق برنامه به اسم کامن اپ اجرا میشه، گرچند یک تعداد اپلیکیشن های دیگری هم وجود داره که شما میتونید استفاده بکنید، ولی اونها زیاد راحت تر نیستن. یعنی کامن اپ برنامه خیلی خوب تر است. شما میتونید از طریق وبسایت دانشگاه ها هم اپلای بکنید اگر نتونستین که نام دانشگاه را در کامن اپ پیدا بکنید. برای ثبت نام کردن حداقل شما نیاز به یک مقاله عمومی دارین و یک توصیه نامه دارین که مقاله عمومی به اسم کامن اپ یاد میشه و توصیه نامه که برای هر دانشگاه ضروری است. برای درخواست کمک مالی دوستا شما نیاز دارین یک پروسه دیگری را همزمان با پروسه اپلای کردن دنبال بکنین و درخواست دادن برای کمک مالی از طریق یک برنامه جدا به اسم CSS پروفایل اجرا میشه. پس اگر به طور خلاصه بگویم، شما دو اپلیکیشن رو باید پر بکنید، یک اپلیکیشن کامن اپ و در کنارش اپلیکیشن CSS پروفایل، و این یک برنامه است که در او شما تمامی معلوماتی که دانشگاه ها میخواید شما را مگذارین در رابطه به اینی که درآمد فامیلتون چه اندازه است، خرج مصارفتان چه اندازه است، چند عضو فامیل دارین، مالیات چقدر میپردازین و خیلی موضوعات دیگر. و بعد از اینی که شما اپلای کردین و درخواست مالی دادین، دانشگاه همه این موارد را بررسی میکنن و بعدا تصمیم میگیرن که شما را قبول بکنن یا نه، و اگر اپلیکیشنتون را قبول بکنن چه مقدار کمک مالی میتونن برای شما داده بتونن. پس خیلی باید محتاط باشیم تا بتونیم همزمان کار انجام بدیم و اشتباهی را در زمان جواب دادن به سوال ها اشتباهی نکنیم. به طور کل دو نوع بورسیه دانشگاه های آمریکایی برای دانش آموزان میدن. نوع اول که merit based گفته میشه و همون قسم که از نامش پیداست، این بورسیه بر اساس لیاقت یک دانش آموز است. فرق نمیکنه که آیا واقعا شما به مو پول که از دانشگاه دریافت میکنین نیاز دارین یا نه. اگر شما لیاقتتان برای بورسیه باشد، دانشگاه تشخیص بده بورسیه برای شما تعلق میگیره و این بورسیه میتونه هم تمامی مصارفتان را کور بکنه یا یک بخش از مصارفتان را کور بکنه. نوع دیگر از بورسیه نیت بیست است و این بر اساس نیاز یک دانش آموز است. و خوبی این نوع بورسیه است که تمامی هزینه یک دانش آموز را کبر میکنن اگر بتوانند به صورت درست اپلیکیشن خود را پر بکنن. نکته ای که باید در اینجا برش توجه بکنیم است که درخواست کمک مالی زیاد از طرف یک پوینت منفی ایجاد میکنه، به خاطر که چانس کامیابی را پایین میاره. یعنی وقتی که شما پول بیشتری را از دانشگاه بخواهین، و ما اندازه دانشگاه در اپلیکیشنتون بیشتر دقت میکنن و تصمیم جدیتر و سختتر میگیرن که آیا واقعا پول رو برای شما بتن یا نه. خب امروز برنامه اول ما بود. ما در رابطه با یک تعداد از موضوعات ساده و در عین حال مهم صحبت کردیم. در هفته بعد انشاءالله روی موضوعات دیگری رو بیشتر صحبت میکنیم، ولی در این بازه زمانی از شما میخواهم که وارد این دو سایت شوین. لینکش بعدا در گروپ هم دوستا با شما به اشتراک میگذاره. وارد این دو سایت شوین و همه موضوعاتی رو که ما با هم دیگر صحبت کردیم یک بار دیگر وارد این سایت ها شوین، ببینین شاید ما نکته نگفته باشیم. در ضمن این سایت یک وبسایت است، یک نهادی است که شاگردان رو کمک میکنه برای اپلای کردن و خیلی منابع خیلی مفیدی دارن. اگر شما بتونید که از اون منابع به طور مثبت استفاده بکنین، در اپلیکیشنتان خیلی موفق تر خواهید بود.